سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. و قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به رخدادهای روز هشتم ماه محرم سال 61 هجری و گفتیم یه شخصی از یاران امام علیه السلام وقتی که آتش کودکان رو دید و دیگه تشنگی بر اون حضرت و یاران و اصحابشون خصوصا کودکان دیگه خیلی فشار آورد، اجازه خواست از امام علیه السلام که نزد عمر سعد بره و بلکه او رو راضی کنه که اجازه بدن برای خیام حرم آب بیارن. شخص هم آمد بدون اینکه سلام کنه به عمر سعد، با او سخن گفت. عمر سعد گفت چرا من سلام نکردی؟ مگه من مسلمان نیستم؟ مگر خدا و رسول رو نمیشناسم؟ به او گفت اگر خدا و رسول رو میشناختی چگونه میخواستی که و چگونه میخوایی عترت او رو بکشی؟ چگونه بر اونها شوریدی و به جنگ اونها اومدی؟ چگونه آبی رو که حتی حیوانها به راحتی از آن آب می نوشن تو اون رو باز داشتی از خاندان رساله؟ و در نهایت هم عمر سعد گفت که من میدونم آزار این خاندان حرام است، اما چه کنم که ملک ری نور چشم منه و من میدانم که کشتن حسین نتیجهش آتشه، اما نمیتونم از حکومت ری چشم پوشی کنم. در نهایت همون شخص آمد و جریان رو برای امام علیه السلام بیان کرد که آقا خلاصه عمر سعد حاضر شده برای رسیدن به حکومت ری شما رو به قتل برسانه. به هر حال نوشتن هر لحظه تب آتش در خیمه ها افزون می شود، چون از روز هفتم محرم آب بسته شد. فقط یک رخداد جاز آمیز رخ داد، اونم در روز هشتم ماه محرم که اون هم برای یک مرحله فقط. حالا حکمتش چیه؟ امام و حجت خدا می دانه که آب نوشیده شد. پس از اون کلنگی که امام علیه السلام به زمین زدن و به صورت معجزه آمیز آبی پدیدار شد و بعد هم ناپدید شد، شاید برای یک وعده یا دو وعده، اما خب افرادی که بودن اسبا و شترانشون قطعا اون آب کافی نبوده، یا اینکه مثلا بمانه برای حتی یک روز هم حسب تاریخ استفاده میشه که اون مکفی نبوده، و شاید فقط یک وعده همون لحظه رو مثلا برای اونها کافی بوده است. در هر صورت حسب اقوال متعدد تاریخ هر لحظه تب آتش در خیمه ها افزون می شود. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی. امام علیه السلام برادرشون حضرت قمر بنی هاشم و بلفضل العباس رو فرا خواندن و به ایشون مأموریت دادن که تا همراه 30 نفر سواره
و 20 نفر پیاده باز جهت تدارک آب برای خیمه ها حرکت کنند، در حالی که نوشتن 20 مشک با خود داشتند. آنها شبانه حرکت کردند تا به نزدیکی شط فرات رسیدند، در حالی که نافع ابن هلال پیشاپیش ایشان با پرچمی مخصوص حرکت میکرد. عمرو ابن حجاج که مأمور بود و فرمانده 500 سواری که بر شریعه مأمور بودند و که نگذارن امام علیه السلام و اصحابشون آب بنوشه، پرسید کیستی؟ نافع ابن هلال خودش رو معرفی کرد. ابن حجاج او رو میشناخت، گفت برادر خوش آمدی، علت آمدن چیه به اینجا؟ نافع گفت آمدم تا از این آب که ما رو از اون محروم کرده اید بنوشم. عمرو ابن حجاج گفت بنوش، تو رو گوارا باد. نافع ابن هلال گفت به خدا سوگند، در حالی که حسین و یارانش تشنه کامند، هرگز به تنهایی آب ننوشند. سپاهیان عمرو ابن حجاج متوجه همراهان نافع ابن هلال شدند و عمرو ابن حجاج گفت اونها نباید از این آب بنوشند و ما رو برای همین جهت اینجا گمارده ام. 500 سوار رو گفتیم، عمر سعد دستور داد و بعد از نامه ابن زیاد که اینها مأمور باشند تا نگذارن اون حضرت و اصحابشون آب بنوشند. در حالی که نوشتن سپاهیان عمرو ابن حجاج نزدیکتر می شدن، آقا عباس ابن علی قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس به پیادگان دستور داد تا مشک ها رو پر کنن. پیادگان نیز طبق دستور عمل کردن و چون عمرو ابن حجاج و سپاهیانش خواستن راه رو بر اونها ببندن، آقا قمر بنی هاشم و نافع ابن هلال بر اونها حمله ور شدن. یعنی دو بزرگوار درگیر شدن با 500 سواری که مأمور بر فرات بودن و اونها رو مشغول پیکار کردن که پیاده ها خلاصه سوارانی هم که با اون حضرت بودن اون 30 نفر، اونها هم بر سپاه راه رو بستن بر سپاه عمرو بن حجاج تا پیاده ها بتونن مشک های آب رو از اون منطقه دور کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.